حدود 20 هزار نفر در اعتراض اخیر ضد حکومت در کیشینیوف پایتخت مولدوا شرکت کردند. در تظاهرات روز 13 سپتامبر مردم استعفای پرزیدنت نیکولای تیموفتی به حکومت را طلب کرده خواستاری در ماه مارس دایر کردن انتخابات پیش از مهلت شدند. این اعتراضی که یک هفته قبل نیز از سوی جنبش شرف و حقیقت تشکیل شده بود، بزرگترین اعتراض در تاریخ پس شوروی مولدوا گردید. صدها اعتراضگر در میدان مرکزی کیشینیوف خیمه زدند و میگویند تا زمان اجرا شدن طلباتشان میدان را ترک نخواهند کرد. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف با یک سفر رسمی واردی دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. او و همتای تاجیکش امام‌علی رحمان مسائل همکاری استراتژی بین دو کشور را بررسی کردند. در پی این ملاقات نظربایف به نارامی‌های اخیر تاجیکستان نیز دخل کرد و بدون آوردن جزئیات گفت آشوب اخیر بدون کمک خارجی صورت نگرفته است. منظور نظربایف حمله‌های اخیر به پلیس در شهرهای وحدت دوشنبه است که مقامات در رهبری آن حمله‌ها معاون سابق وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده را عیبدار می‌کنند. کاهش قربی سوم پول ملی قرغیزستان ادامه یافت و در صرافی‌ها از مرز 70 سوم برای 1 دلار گذشت. قربی سوم تنها در یک ماه اخیر حدود 11% پایین رفته است. سوم قرغیزی اساساً تحت تاثیر مشکلات اقتصادی روسیه و قزاقستان که قرب تنگه پول ملی آن کشور در اول ماه در مقابل دلار باز به طور بی‌سابقه پایین رفت، قربش را از دست می‌دهد. کودکان در مکتب جمعیتی رقم 51 تفلیس پایتخت گرجستان سال نوی تحصیل را آغاز می‌کنند. آنها را زحمت سخت هنوز در پیش است، ولی اکثر والدین از برخی تغییرات پیش آمده در نظام تحصیل استقبال می کنند. وزارت معارف گرجستان اعلان کرد که با توسعه نظام نقلیات مکتبها برای 60 هزار کودک دیگر امکان استفاده از نقلیات مکتبی را فراهم می آورد. تا آغاز سال نوی تحصیل حدود 500 مکتب در گرجستان ترمیم و 3 مکتب نو افتتاح شده است.